همراهی رئیس جمهور با یکی از داوطلبان هنگام ثبت نام در ستاد انتخابات کشور در دو روز اخیر واکنش‌ها و سوالاتی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای به وجود آورده است. اولین واکنش دقایقی بعد از این اقدام در سالن مجاور ستاد انتخابات کشور صورت گرفت، جایی که خبرنگاران از علت همراهی رئیس جمهور با این نامزد سوال کردند و با این پاسخ روبرو شدند که مرخصی گرفتم که بتونم در مقدمات برپایی این حماسه بزرگ حضور داشته باشم. مخالفان این اقدام میگفتند مرخصی بودن یا نبودن مسئله را حل نمی کند، چون آقای احمدی نژاد حتی در مرخصی هم هر کار سیاسی کند به نام رئیس جمهوری تمام می شود و این خلاف آشکار قانون است. صبح یکشنبه شورای نگهبان که قانوناً وظیفه رسیدگی به کارهای خلاف قانون در روند تبلیغات را بر عهده دارد، اقدام رئیس جمهور را مغایر با قوانین تشخیص داد. اعضای محترمی از مرکزی نظارت این اقدام اخیر رئیس جمهور را در معرفی یکی از افراد به عنوان نامزد انتخابات به اتفاق آرا تخلف تشخیص دادند. ساعاتی بعد فشارها و ابهامات که زیاد شد، سه نفر به دفاع از حضور رئیس جمهور در هنگام ثبت نام نامزد همسو با وی پرداختند. اول بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور که دیشب در جمع خبرنگاران گفت ایشون کارمند دولت تلقی میشن، بالاخره مرخصی گرفتن، ایشون هم سهمیه دارن، رئیس جمهور هم یک کارمند مثل کارمندان دولت میتونه از مرخصیشون استفاده کنه. سپس نوبت به خود رئیس جمهور رسید که از همراهی با مشایی دفاع کند. حرف و حدیث ها زیاد سخنگوی کشور حرف و حدیثیم ما که بابا همش حرف و حدیث. پس از آقای احمدی نژاد نوبت به آقای الهام رسید که در دفاع از اقدام رئیس جمهور صحبت کند. سخنگو به خبرنگاران گفت رئیس جمهور در امر انتخابات که مسئولیت مستقیمی نداره، اخیرا هم که گفته میشود وزیر کشور هم مسئولیت و نقشی ندارد، ولی این موضوع منصرف است به وزیر کشور و ناظرین انتخابات. رئیس جمهور در امر انتخابات مسئولیت مستقیمی نداره و اون ماده شامل ایشون نمی شود که در امر انتخابات مداخله کرده باشه. نکته دیگر این است که ایشون که با ادبیات خیلی روشنی اعلام کرد من الان رئیس به منزله رئیس جمهور نیستم و در این جایگاه اظهار نظر نمی کنم، من مرخصی گرفتم، یعنی الان به عنوان شخص آقای محمود احمدی نژاد اظهار نظر میکنه. اقدام رئیس جمهور در همراهی و همزبانی با یک نامزد انتخاباتی در هنگام ثبت نام در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است. به نظر می رسد برای قضاوت درباره این اقدام بحث برانگیز پاسخ به چند سوال ضروری است. آیا همراهی و همزبانی رئیس جمهور با یک نامزد انتخاباتی حق شخصی وی هست یا نیست؟ آیا می توان میان شخص احمدی نژاد و رئیس جمهور تفکیک سیاسی قائل شد یا نمی توان؟ آیا رئیس جمهور جزو مقامات اجرایی مؤثر در انتخابات محسوب می شود یا نمی شود؟ آیا اقدامات سیاسی رئیس جمهور در هنگام مرخصی حق وی هست یا نیست؟ آیا این اقدامات به پای رئیس جمهور نوشته می شود یا نمی شود؟ آیا این گونه اقدامات مصداق استفاده از امکانات و موقعیت‌های دولتی برای حمایت از یک نامزد انتخابات به شمار می‌آید یا نمی‌آید؟ و سوال آخر این که در این زمینه چه کسی باید قضاوت کند و حرف آخر را بزند؟ دولت یا شورای نگهبان؟